معتقد هستم. سوالی که از این پنل دارم اینه که آیا ما باید به عنوان یک سیاست به آمریکایی‌ها اجازه ندیم که به ایران سفر کنن با توجه به اینکه رفتار بد ایران گروگانگیریش ادامه داره؟ اگه بخوایم همینجور پشت سر هم به ایرانی‌ها بگیم گروگان بگیرید، ما به شما پول میدیم که ما افراد آزاد کنیم، در واقع میشه منبع درآمد اونها. آیا ما باید بیایم به آمریکایی‌ها بگیم که نه دیگه نمیتونید به ایران سفر کنید؟ من میتونم جواب بدم. بله، من ترسی ندارم از اینکه بگم دولت آمریکا باید هشدار بده به شهروندان خودش که به ایران سفر نکنن. برای اینکه کشور عزیز من این ایران تحت جمهوری اسلامی سرزمین جهانگردی نیست، سرزمین تروریستیه. و این در واقع ثابت شده و اعضای ارشد سپاه پاسداران گفتن که ما بحران اقتصادی داریم در ایران و من یک راه حل داریم. این مشاور ارشد علی خامنه ای است، محسن رضایی، گفته که اگر ما 10,000 آمریکایی رو گروگان بگیریم ما میتونیم به اقتصادمون خیلی کمک کنیم. بنابراین خیلی روشنه. من اینو هم میخوام بگم، ما الان نزدیک 1 ساعت 2 ساعت چقدر وقت صرف کردیم اینجا. ما داریم از توافق هسته‌ای صحبت می‌کنیم و این گفتگویی است که بیشتر سیاستگزاران آمریکایی بهش علاقه‌مند هستند. اما باور کنید مردم ایران دیگه گذر کردن از این توافق هسته‌ای. مشکل هستی مردم ایران توافق هسته‌ای نیست. من با هر چیزی که ترامپ هر کاری که ترامپ کرد موافق نیستم، با همه سیاست‌های ترامپ موافق نیستم، ولی باور کنید مردم ایران از ترامپ تشکر می‌کردن برای اینکه از توافق هسته‌ای خارج شد. باور کنید مردم ایران وقتی که قاسم سلیمانی رو کشتن جشن گرفتن برای اینکه اون یک تروریست بود، خیلی از افراد بیگناه رو به قتل رسونده بود. البته اشتباه نکنید، ما جنگ طلب نیستیم. جنگ طلب‌های واقعی جمهوری اسلامی است که مردم خودش رو، نوجوانان خودش رو می‌کشه. به پوتین پهباد میده که بچه های بیگناه رو در اوکراین بکشه. بنابراین برای سالها و سالها هر جا که ما میریم صحبت از متوقف کردن ایران برای رسیدن به سلاح هسته‌ای میشنویم. ولی چطور؟ شما منابع آمریکایی ها رو برای 2 دهه صرف کردید، به هیچی نرسیدید. لحظه که مردم ایران شعار میدادن اوباما یا با اونا یا با ما، اوباما داشت نامه‌های مخفیانه به خامنه‌ای رهبر ایران میفرستاد به جای اینکه از مردم ایران حمایت کنه. باور کنید ما از شما نمیخوایم که دموکراسی برای ما بیارید. ما از مردم از آمریکا نمیخوایم که به ما کمک کنن. ما از شما میخوایم که از کمک به قاتل‌ها دست بکشید. تصور کنید اگر در محله شما یک فرد جنایتکار داره تجاوز میکنه به زنها و دخترها، چه کار میکنه؟ شما رو به پلیس گزارش میدید، نمیرید بهش پول بدید و بگید لطفاً خواهش میکنم که به زنها و کودکان تجاوز نکنید. این کاری که مردم ایران میخوان. ما میخوایم که رژیم تروریست جمهوری اسلامی پاسخگو بشه، به دادگاه بین‌المللی آورده بشه و همونطور که اعضای پنل به درستی به روشنی ذکر کردن، همزمان شما مذاکرات موازی و در خفا دارید با این آدمکش‌ها. بله، من میفهمم که شما یک ایران بدون بمب هسته‌ای میخواید، اما نمیتونید اونها رو بهشون اعتماد کنید. چیزی که من میخوام روشنه، به ما کمک کنید که این رژیم رو به زیر بکشیم، چون ایران بدون جمهوری اسلامی به نفع آمریکا هم خواهد بود. ما مردم ایران متحدان بهتری هستیم برای آمریکا. شما با ابراهیم رئیسی ملاقات میکنید، مخفیانه به اونها تلفن میکنید، اما جرئت نمیکنید که با ما ملاقات کنید. دولت بایدن از من خواست که ناپدید بشم. پرزیدنت بایدن نمیخواست که با من ملاقات کنه. حالا باید به صحبت زنهای ایران توجه کنید. کسی بهتر ازشون نمیتونست که وضعیت رو توصیف کنه. متشکرم آقای رئیس.